دوستان کانال و سایت رهیافتگان و کانال ماورا سلام امروز میخوایم داستان جالبی از شهیدی رو بگیم که 13 سال بعد نمشه غرق شد در کتاب کرامات شهدا در صفحه 27 به نقل از پدر و مادر شهید علی زاکری اینطور اومده سه روز مونده به چهلوم علی وسیعت نامش به دستم رسید وسیعت نامه رو باز کردم پدر سلام بر شما پدر جان من دوست دارم که در وادی رحمت در کنار سایر دوستانم به خاک سپرده بشم منظورش شده یک قبرستانی به این نام هست اما وسیعت نام دیر به دستمون رسید احساس منامت می کردم به هر کجا سر زدم تا اجازه انتقال جنازش رو بگیرم موفق نشدم از امام اجازه نقشه قبر خواستم ناچار گذاشتیم جنازه در همون قبرستان ستارخان بمونه اما هر وقت علی رو در خواب میدیدم میگفت هر چه احسان دارید به وادی رحمت بیارید من در اونجا کنار دوستانم هستم و فقط به خاطر شما به قبرستان ستارخان میام این شد که پنج ها به وادی رحمت میرفتم و بعد از ظهرها به ستارخان. تا اینکه سیزده سال بعد از طرف شهرداری خبر آوردن که گورستان جاده کشی میشه باید اجساد و اموات انتقال پیدا کنند درست در سالگرد شهادتش برای انتقال جنازه شهید به قبرستان رفتیم بر سر مزار حاضر شدیم و خاک اون رو برداشتیم به سنگ ها که رسیدیم خودم خواستم که روی سنگ ها رو جارو کنم تا خاک به استخون ها و روی جنازه نریزه سنگ اول رو برداشتم دیدم که نایلون رو همانطور که سیزده سال قبل گذاشته بودم به همون صورت مونده بود بوی شهید بیرون زد که بچه ها به من گفتن حاجی گلاب ریختی گفتم نه مثل اینکه این بو از قبر میاد عطر جنازه همه را گرفت عطر جنازه همه جا را گرفت سنگ ها رو برداشتم نایلون رو بلند کردم دیدم سنگینه و اون رو بغل کردم دیدم که سالمه صورتش رو در قبر زیارت کردم مثل این بود که خوابیده و همین شامگاه امروز انگار اون رو دفع کرده باشم با دیدن این صحنه یه حالت عجیبی به این دست داد قسمت سیبیلهاش عرق کرده و سالم بود و در همون حال خوابیده بود موهای صورتش و سیبیلهاش هنوز تازه بود و موها و پلکا هم سالم بود مثل این بود که در عالم خواب بود دستم رو که انداختم به نایلون پایینی چند تا از انگشت هم خونی شد. مادر علی هم اصرار کرد که اون رو زیارت کنه. وقتی خواستیم پارچه رو کفن کنیم و شهید رو لای اون بپیچیم مادر علی گفت بذارید از صورتش ببوسم. من هنوز صورتش رو ندیدم. یعقوب پسرم گفت کمی آرام باش مادر. چا دو شبت رو روش بنداز و نگاش کن مادرش این کارو کرد و گفت این کارو کردم خواستم که نایلون صورتش رو باز کنم دستم خونی شد نقل از پدر و مادر شهید علی زاکری ممنون که با ما در ماورا همراهید ما را سبسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی التماس دعا خدا نگهدار